در بخش حال شما دکتر فردین فضل مهمان ما هست، متخصص طب فامیلی و در رابطه با گلو درد صحبت داریم. شما میتونید تماس بگیرید 8656. بله جناب دکتر صاحب سلام، صبحت بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما و سلام خدمت بیننده‌های خوب بامداد خوش. امیدوار هستم هر جای هستن با دور از گلو دردی در کانون گرم خانواده‌شون با سلامتی به سر ببرن. بله و میپردازیم به بحث ما. میشه کوتاه در مورد گلودردی صحبت بکنیم که چی بوده میتونه؟ گلودردی اساسا خودش کدام مرض مشخص نیست، بلکه یک نشانه از یک مرض دیگه است و این متاسفانه یک مشکل بسیار شایع و اذیت کننده در تمام دنیا هست و خصوصا این روزا در این شرایط و این هوا بسیار زیاد شده گلودرد بین افراد. بله بله، شاید فرد هر فردی در دنیا در به طور اوسط در سال دوبار سه بار دچار این مشکل شود. و اگر خود گلدردی را تعریف بکنیم، گلدردی عبارت از یک احساس ناخوشایند در قسمت حلق به اصطلاح آمیانه مو حلق ما یا بلعوم ما و نواحی اطرافش است، مثلا تونسل ها یا به اصطلاح آمیانه مو گوشت گلو. این احساس ناخوشایند میتونه به شکل خارج باشه، به شکل سوزش باشه، به شکل درد باشه و یا به شکل مشکل در بلع کردن یا قرط کردن غذا باشه. عوامل مختلف باعث گلدردی ها شده میتونه، عوامل میکروبی، عوامل غیر میکروبی. در عوامل میکروبی هم بیشتر ویروس ها دخیل است، ویروس های تنفسی، مثلا یک سرماخوردگی اگر کسی داره باعث گلدردی شده میتونه، یا کسی اگر سینه و بغل میشه امکان داره شروعش گلدردی باشه. و خوشبختانه که عوامل ویروسی اکثرا سیر سلیم داره، بسیار وخیم نیست و خود به خود خوب میشه، ضرورت به انتظار داره و با تداوی تقویتی میتونه خوب شوه. در ویروس ها بیشتر ویروسی که میتونه مشکل سافرین باشه ویروس اینفلونزا است که برای افراد خوب است توصیه بکنیم که کسایی که اگر مشکل گلدردی دارن، میشه سالانه در آخر فصل خزان و شروع فصل زمستان واکسین اینفلونزا موجود است واکسین بکنن. از گلدردی شدید در جریان فصل سرما تا جای جلوگیری میکنه. و گلدردی هایی که از باعث میکروب ها ایجاد میشه، یک میکروبی که بسیار معمول است استرپتوکوکس است که نه تنها مشکل در گلو ایجاد کرده میتونه که متاسفانه اگر درست تداوی نشه بعضی وقتا حتی روماتیزم قلبی ایجاد کرده میتونه و حتی بعضی وقتا میتونه مشکلات در گرده ایجاد بکنه، مشکلات در پوست انسان ایجاد بکنه. و عواملی که بدون میکروب، یعنی ضرور نیست که همیشه گلدردی از باعث میکروب باشه، مریض باید بره دوا بگیره، آنتی بیوتیک بگیره. بعضی وقتا عوامل بدون میکروب هم میتونه باعث این مشکلات بشه. ممکن هست که یعنی گلودرد با چیزایی که ما میخوریم هم مرتبط هست، برای که بعضی افراد میگن که ما از میوه خشک مثلا از چهارمغز استفاده کردیم دچار گلودرد شدیم، آیا ارتباط داره با چیزایی که میخوریم؟ رژیم غذایی تا جایی میتونه مشکل گلدردی را تشدید ببخشه و بعضی وقتا میتونه خودش سبب ساز باشه. به خود رضی اگر ما مواد غذایی که منتن و ملوث باشه استفاده بکنیم، ما دو تا تونسل در گلو داریم و این تونسل ها وظیفه محافظتی در وجود ما داره. وقتی که مواد ملوث در تماس از اونا بیه، اغمان و میکروب اوجا متوقف میسازه و خود متوقف شدن میکروب در گلو باعث میشه که گلدردی ایجاد شوه. اما بعضی از غذاها میتونه مشکل آفرین باشه، مثل غذاهای مخرش، سوزنده، تخریشی. اینا میتونه که باعث تخریش در گلو شوه و یک نوع گلدردی، گلدردی نوع تخریشی است که عامل میکروبی نداره و غذا میتونه در این قسمت تاثیر گذار باشه. جناب دکتر صاحب، هوای امروزه کابل میتونه باعث گلدردی افراد شوه؟ بله، یک شکل گلدردی که ما داریم که التهاب بالون به شکل میخانیکی و کیمیاویش است که از باعث مواجه شدن فرد با مواد کیمیایی و زهرآگین میتونه که گلدردی و التهاب در گلو ایجاد شود. کمی آلودگی و بدون شک ذرات زهرآلود کیمیایی است که از طریق بینی و دهن ما و شما وقتی تنفس میکنیم در تماس بالون ما که میاد باعث التهاب شده میتونه. و علائم گلودرد فقط سوزش و درد هست یا میتونه که با نشانه های دیگری هم همراه باشه؟ گلدردی گفتیم میتونه مریض از سوزش گلو شکایت داشته باشه، از خارش گلو شکایت داشته باشه و از درد گلو شکایت داشته باشه و مشکل در تنفس و در بالا کردن غذا داشته باشه. اما چون خود گلدردی نشانه از یک مرض است، اکثرا در سایر امراض تنفسی ایجاد میشه. مثلا مریض اگر سرماخوردگی داشته باشه، امکان داره آبریزش بینی داشته باشه، عطسه بزنه، گوش درد باشه، تب داشته باشه، جون دردی داشته باشه و خصوصا در اطفال امکان داره حتی
دانای جلدی پیش طفل تحسس بکنه و بعضی وقتا بعضی علائم خطر است که او را باید در نظر بگیریم که گلدردی را چه وقت ما باید جدی بگیریم. مثلا اگر یک کسی پندگی گردن داره، یک کسی چندین روز به صورت متواتر با وجود گرفتن دوا تبش کنترل نمیشه، یک طفل مشکل در بالا کردن غذا داره و یا مشکلات بندشی سیستم تنفسی داره که درست نفس گرفتن نمیتونه یا آب ریزش دهن زیاد میداشته باشه، کجی گردن پیدا میکنه، بعضی وقتا گلدردی امکان داره تا گرده را متاثر بسازه و مریض در ادرار خود خون میبینه. این علائم خطر است که باید والدین و افراد کائل متوجه مسئله باشن و هر چه عاجل باید به دکتر خود مراجعه بکنن. بله فرزانه جان روی خط تلفن است از کابل. سلام، صبحتان بخیر فرزانه جان. السلام علیکم، شکر از خوب هستین دکتر. سلامت باشین، میشه سوالتون رو مطرح بکنین؟ گلدرد است میگم قریب یه راستی ماشه. بله تماسشان قطع شد، میگن گلودرد است و بیشتر از سه ماه شد که خوبم نمیشه. گلدردی از نظر زمانی میشه به گلدردی های حاد تقسیم شون و گلدردی های مزمن. گلدردی های حاد که اکثرا سیر زودگذر دارد، از ظرف یک هفته دو هفته مشکل رفع میشه، اما گلدردی های مزمن گلدردی های دوامدار گلدردی هایی است که اکثرا مریض بیشتر از سه ماه یا بیشتر از سه ماه از این مشکل رنج میبره و اکثرا در این حالت ها امکان داره بعضی ویروس های پیشرفته مانند هپسن بار وایرس و بعضی وقت ها امکان داره که حساسیت های فصلی تنفسی و حتی بعضی وقتا امکان داره مشکل گلو باشه اما منشه مرض دیگه جای باشه، مثلا برگشت تیزاب معده خودش باعث میشه که گلو تخریش شه و باعث ایجاد درد شده میتونه. التهاب سینوزا همچنان میتونه باعث گلدردی مزمن میشه. از این خواهر گرامی ما احتمالا شاید کدام مشکل فراتر از مشکل ویروسی یا میکروبی داشته باشه، خوب است با دکتر معالج خود مراجعه بکنن و مشکل ریشه‌یابی شوه مطابق از تداوی نزدشون صورت. بله شما اشاره کردین که گلو درد با تب میتونه خطرناک باشه، این مورد اگر بیشتر بگویید. گلدردی که علتش ویروس باشه اکثر این گلدردی تب خفیف مریض می داشته باشه، قابل تشویش نیست و اکثر سیر سلیم دارد، از ظرف 5 تا 7 روز خود به خود خوب میشه. اما بعضی گلدردی ها مثلا یک ویروس است به نام اپستین بار وایرس که باعث یک مرضی به نام انفکشس مونیکلوزیس میشه. این ویروس میتونه که باعث خیلی تب شدید پیش فرد شوه و حتی این حالت ها امکان داره تا حال مریض کلان شوه و تب مریض امکان داره بیشتر از 3 روز دوام بکنه و تب بالاتر از 38.3 درجه سانتیگراد میتونه باشه. بله دکتر صاحب، درمان های خانگی ها وجود داره پیش از اینکه ما برای دکتر مراجعه بکنیم؟ در تمام امراض تنفسی که قسمت بالایی سیستم تنفسی ما دچار شده باشه اکثر نیاز نیست به دکتر مراجعه شوه، با تداوی های خانگی میتونه مشکل رفع شوه، خصوصا اگه علتش ویروس باشه، چون ویروس ها اکثرا سیر بسیار سلیم و سلیم دارن و مشکلاتی که نزد فرد ایجاد میشه مثلا سردرد است، گلودرد است، آبریزش بینی داره، جاندردی، خستگی داره، با گرفتن یک دوای ضد درد به صورت موضعی یا سیستمیک، استفاده از مایعات گرم و غذاهای ملین، قرار گرفتن در محیط مرطوب گرم، شاور گرفتن به صورت دوامدار که باعث ایجاد رطوبت در سیستم تنفسی میشه و همچنان بعضی از غذاهایی که از روش تحقیق هم صورت گرفته مثلا ترکیبی از عسل و لیمو و چای سبز میتونه تا جای افرازات سیستم تنفسی را نرم بسازه و باعث کاهش مشکلات پیش فرد شده. بسیار دکتر صاحب، نشانه های گلودردی که اسم میکنن که میریم به طرف گلودردی و اینا نمک قرقره میکنن صبح وقت، آیا میتونه کمکشان بکنه تا جایی؟ بدون شک محلول آب و نمک، خود نمک خاصیت ضد عفونی داره و در عین حال خاصیت ضد درد و آرامش تخریش هم داره. یعنی محلول آب و نمک به صورت متواتر روزانه چندین بار غرغره صورت بگیره میتونه که تا جای مشکل فرد حل بسازه و خاصیت ضد عفونی خود در ساحه ایجاد بکنه. و همچنان غیر از نمک پولی دیگ به اصطلاح کاستیک سودا هم محلولش میتونه غرغره ازی تا جای در کاهش التهاب در گلو کمک بکنه. اما افرادی که گلودردشان طولانی میشه و برای دکتر مراجعه میکنن درمانش چی هست؟
یک مسئله در قسمت درمان باید یادآوری بکنیم که اکثر متاسفانه استفاده بیروی از آنتیبیوتیک ها است. یک فرد اگر یک ساعت هم نمیشه گلدرد است، عاجل به دواخانه پیشخانه خود مراجعه میکنه و برش کنول میزنن، عاجل سفتراکسون یا آنتیبیوتیک دیگه برش توصیه میشه و مریض فکر میکنه که همین مشکل و گرفتن آنتیبیوتیک زرقی شاید مشکل رفع بکنه، در حالی که در اکثریت حالات علت گلدردی ها ویروس است و این خود به خود در ظرف 5 تا 7 روز خوب میشه. یک چیزی که یادآوری بکنیم، حتی در حالاتی که ضرورت به آنتیبیوتیک است که شاید در فردی که گلودرد است در بین 10 فرد یک تا دو فرد ضرورت به آنتیبیوتیک داشته باشه، گرفتن آنتیبیوتیک هم نمیتونه که سایر مرض کوتاه بسازه. شاید مشکلات مریض و از پیامدهای ناگوار مرض جلوگیری بکنه، اما خود مدت مریضی را نمیتونه کاهش بده. اما تداویش اکثرا نمی تداویای خانگی که پیشتر یادآوری کردم، استفاده از دوای ضد درد، استفاده از ادویه که باعث کاهش تخریش گلو و افرازات سیستم تنفسی میشه، و همچنان شاید جالب باشه بعضی وقتا قرد کردن یا بلک کردن پارچه یخ باعث کاهش درد گلو شده میتونه، که برخلاف باوری که بین افراد است که باید مایات یخ یا گرفتن از غذای یخ جلوگیری شوه، شاید باعث تجدید آبریزش بینی یا عدسه پیش فرد شوه. اما در حالاتی که مریض شدیدن گلو درد است، میشه با قرد دادن پارچه های یخ یا خوردن آیس کریم میتونه که مشکل مریض تا جایی حل بشه. بریالای جان از هرات روی خط تلفن هستن. بریالای عزیز سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم سید، تشکر، زنده باشین. میشه سوالتان مطرح بکنین؟ تشکر، زنده باشین. سلام خدمت جناب دکتر سید. امی تفلک می تقریبا یک چند روز میشم گلو اسید لوسه داره، از هر دو طرف چیرتی شده و باد کرده. بله. یکی همی جای طرق و تنفسی عزیز شوک نفس می کشه بند کرده بود. بله. باز ما پیش دکتر بردیم، تقریبا یک 3 دوره برای از این انتیبیوتیک داده بود. دیگه بسیار زیاد پیشگیری های بله. پیشگیری سفتراکسین داده بود و دیگه آمپول و جنتلمنشین داده بود. دیگه هره میلیار کار کردیم، بازی حالا یک کم بیتر شده، سند سالی هم تقریبا 6 ساله هست. من گفتم از جناب دکتر سپرسان کنم که ای آیا میخواییم ما تصمیم داریم بخیر گلو ازی خوب شده امیل لوزا ازیر عمل کنیم، آیا دکتر سپ چی نظر دارن که بمی سند سال 6 ساله هستن لوزا ازیر عمل کنیم یا نی؟ بسیار تشکر جناب دکتر سپ. یک دقیقه فرصت دارم. و یک چیز دیگه ای که بر طفل 6 ساله دکتری که تجویز کرده سفتراکسون دادنی درست است؟ شاید دکتر دوالت لازم ببینه، اما من بیشتر برای شما یادآوری کردم که در اکثریت مواردی که آنتیبیوتیک برای فرد توصیه میشه استفاده بیروی از آنتیبیوتیک است، اصلا نیاز نیست. اگر نیاز هم باشه خوب است که از آنتیبیوتیک خوراکی شروع شود تا یک آنتیبیوتیک زرقی. اما سوال خوبه ای برادر مطرح کردن، حالاتی که ضرورت است باید عملیات جراحی نزد فرد صورت بگیره، در اطفالی که سنشان از 2 یا 3 بالاتر است و اعراض بندشی سیستم تنفسی دارند، و یا که بار بار گلو از یا التهابی میشه، در این حالت ها جراحی توصیه میشه که تونسیل های فرد باید برداشته شود. و حالاتی که بار بار مشکل تن گلو ها میکروبی میشه و تونسیل ها میکروبی میشه، مثلا اگر یک فرد در سال بیشتر از 7 بار به حد گلدرد شدید شوه که حتی از کار و روزگار بانه، و یا که یک فرد 2 سال به صورت متواتر بیشتر از 5 بار با این مشکل مواجه شوه، و یا 3 سال هر سال بیشتر از 3 مرتبه، این حالات است که ایجاب میکنه باید تونسیل ها برداشته شود. و بعضی از حالات دیگه هم ایجاب تونسیلکتومی یا برداشتن تونسیل ها را میکنه. مثلا یک فرد بوی دهن داره با وجودی که بار بار دوا گرفته موثر واقع نشده، ضرورت است که باید برای مریض عملیات جراحی صورت بگیره. و بعضی حالات هم که اگر دکتر احساس میکنه که شاید مشکل مریض به طرف سرطانی شدن بره، مثلا تونسیل یک طرفه کلان میشده باشه، دلیل این حالات هم ایجاب میکنه که باید عملیات جراحی نزد فرد صورت بگیره. سلام. و امیدوار هستم که برای علی عزیزم پاسخ سوال خود گرفته باشه. وقفه میگیریم و دوباره هم برمیگردیم. دوستان عزیز سلام، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.